بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. از یک طرف علم و تکنولوژی پیش میره، عصر ارتباطات هم تنگتر و تنگتر میشه، از طرف دیگر بشرم از این حکومتای یک وجبی و دو وجبی بی و حکومتای کارتونی خسته شدن، میخواین به سوی یک تشکیلات بالاتر، یک دایره بالاتر حرکت کنن. از طرف دیگرم این جهانی شدن و وسیله امی تکنولوژی الان در حال تطبیقه، تا حدودی زیاد تطبیق شده، ما الان در جهانی شدن واقع شده. و از طرف دیگرم جهانی سازیه، خارجی ها ای کار کردن جهانی سازی هم میکنن، المسلمان ها چقدر کردن کمه، کشورهای اسلامی هنوز در مورد او جهانی شدن خود به خود میایه، او یک پروسه مربوط به پیشرفت تکنولوژیه، اما جهانی سازی این پروژه این فکر میخواید، تدبیر میخواید که چه قسم ما اسلام جا بندازیم در سطح بین المللی. این کار ما باید بکنیم. ما سرمایه قوی داریم. بگذاریم که این جهانی شدن غربی ها آوردن، ولی جهانی شدن ما از اونا بیشتر استعداد و سرمایه داریم. اونا هیچ چی ندارن برای مسئله جهانی سازی. اگر یک کارای میکنن به زور ملت ها را میترسنن، به دروغ، به تبلیغات، به مصرف پول. امروز حساب کنن شاید 80% رادیو تلویزیون ها، رادیو ها، نشرات مستقیم و غیر مستقیم به کمک های خارجی ها و پابنده، اونا به وسیله پولی کارر میکنن. از طبیعت ملت ها این فرهنگ غربی فاصله زیاد داره، ولی ما داریم، مسلمان ها دارن برای جهانی سازی بهترین سرمایه را دارن، به شرطی که اولا ما خود ما او را فرهنگ قرآن و دین یاد بگیریم و عمل کنیم، دیگران را وادار به عمل میشن، ما اونا را الزام میکنیم میشن. ما باید فرهنگ خود برای جهانی سازی فردای جهان باید ما آماده کنیم. ما امروز مسئولیت زیاد داریم، به قلم، به زبان، به بیان، به عمل ما باید فرهنگ اسلامی را ترویج کنیم. ما مثل غربی ها پول نداریم که بیایم کشورها را به بهانه مختلف بگیریم و خراب کنیم و یک عده از دور داشته باشیم و به اونا پول بدیم که فرهنگ اسلام را ترویج کنه. اسلامی قسم ترویج هم نمیخواه و هیچ وجه. اسلامی خودت پاک باش، به پاکی ترویج کن، به بارامی ترویج کن، مردم به انتخابشان بگذار، تو بیان کو به پیغمبر ما میره میگه و ما علیک الا البلاغ، فقط بر تو که برسانی، تو دیگه وکیل کس نیه که به زور بر اوز تطبیق کنی، تحمیل کنی، دین تحمیلی نیه، فقط برسان. او انتخاب کرد کرد، نکرد نکرد. ما امروز هم اینطوریم، همونایی که میخواین ترویج کنن دینن باید بگذارن که مردم انتخاب کنن. حرفای خدا بگوید، نترسیم، حرفای خدا میگیم، دین اندازه که ما فهمیدیم ترویج میکنیم و پیش میره. هیچ کس باید این فکر نکنه که حرفا به حساب میره، حرفا به هوا نمیره، حرفا به دل مردم میره. مردم مسلمانن، گوش میکنن، اما تو که اونا زمین دروغای خود از رای رادیو و تلویزیون ها میگه، ما مرفه منطقی خود از امور ها میگه. ما بعضی اوقات که در کشورهای دیگر رفتم، مردم
آمدن با من از بزرگی خود خیلی با محبت برخورد کرده. اصلا بعضی وقت میگن که ما چی ارزو داشتیم، از ارزوهای ما این بود که تو را ببینیم، از تلویزیون نه روبرو ببینیم. در هند همی تو بود، در جای دیگر همی قسم بود، از مردم تاجیکستان و ازبکستان، اما جایی که همی تلویزیون میره همه خوشن، مردم حرفه میشنون. علمای دینی باید ناامید نشون، باید صحبت کنن، فرهنگ بین مردم پخش کنن. یک نفر با اراده قوی پیدا میشه، همی حرفه را عمل میکنه. این ای دین برای این بشر آمده، مسلمن یک روز این دین بر بشر تطبیق میشه. بشر دیگه تمام راه را تجربه کرده، کپیتالیزم تجربه کرد، مارکسیزم تجربه کرد، اما این ازما را تجربه کردن، یکی به دردشان نه. یک موقع میرسن که انسان هم میگن مجبورم که باید به اسلام رو بیارم، اما بشر آرام میشه. این بدبختی ها و مصیبت ها تدریجا از بین میره و باید اسلام تطبیق شد. 70 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال جامعه الازهر مصر بود، مردم مسلمان بودن، ولی عوض شدن. حکومت های چپ و راست آمدن، فاسد، عیاش، پلیتی را ترویج کردن، تبلیغ در مصر ترویج کردن، ولی کسی را اشباع نکرد، سیر نکرد. یک دفعه کاسه به کوزه خورد، او فرعون کوچک ذلیل مصر حسنی مبارک کنار رفت، پولای زیاد ایران برد، قسم نیه که از او بگیره. یک مجال کوچک پیدا شد، مردم با مونایی که دعای اسلام میکردن با مونا رای دادن، ولی یک ایدی دیگه هم رای ندادن. خب یک فاسد شده بودن، کار میخواه، باید کار فرنگی در مصر زیاد شود. یکی از کشورهای بزرگ و با سابقه جهان اسلام، بر مصری ها لازمه که از حکومت فیلی خود حمایت کنن. اینمی قسم اسلام پیش میره، بعد جا به زور نمیگذارن که اسلام تطبیق شود. قدرت های جهنمی دنیا نمیگذارن. اونم بدبختا در افریقا مورد محاصره و تهاجم فرنگی عقب میشینن، ولی همه اسلام میخواین، مسلمان همه اسلام میخواین. نام شرم از ترس عوض کردن بهار عربی، بیداری اسلامی را بیداری بهار عربی نام ماندن. عربی چیه؟ عربی چه خاصیت داره؟ عربی خاصیت میداشت اسرائیل بر اونا مسلط نمیشد. اسلام پس باید بیارن که ام دین شما و ام دنیای شما تعمیر شد. ایمان میخواه، عربیت نمیخواه، عجمیت نداره. به نام ملت ها را زیاد نگیریم، بی خاصیت هم. او چیزی که بعدا نیرو میده ایمانه، او میتوانه کاریگر واقع شد. وما ارسلناک الا کافتن للناس، برای همه انسانات را فرستاده. تنهای قضیه پیغمبر نیه که بگویم پیغمبر کل، بعد از پیغمبر مسئله دینه، قانونه، شریعته، ما زندگانی دنیا داریم. اینیه که بگویم دنیا فانیه و غداره و میره. دنیا نه فانیه نه غدار، نه دنیا میره، چند میلیون سال دیگم شاید دنیا باقی بمانه. غدارم نیه. قدر چیه؟ دانشگاهه. این دنیا اللازش برای ما و شما باعث خیر و برکته. یک ذکر میگی، یک نماز میگی، این چقدر در عالم برزخ و در عالم قیامت به درد میخوره. خدا این دنیا را برای تکامل ما آفریده، برای رشد ما آفریده، که خیر البریشم بهترین مخلوقات. به ایمان، به عمل صالح انسان خیر البریه میشه، بهترین مخلوقات میشه. به معصیت، به فسق، به رزالت، پیروی از غرائز حیوانی،
لاوبالیگری بی هدف بودن شر البریه میشه. این دنیا بی ارزشه، خیلی ارزشمنده. یک لحظه‌اش در صد سال عالم برزخ سرنوشت سازه، تاثیر میگذاره. باید در این دنیا ما پخته شیم به کمال خود برسیم. قوان ما زندگانی دنیا می خواهیم، ما در برزخ دیگه زندگانی داریم. من نمیدانم چند میلیون سال میشه، یک سال دو سال قیامت که خدا میدانه، پیغمبرم نمیدانه. در قیامت دیگه چند سال و صد سال و میلیارد سال نیه، پایانش به ابدیت متصله. اونجا دیگه زندگی داریم، اینمی زندگی. باید امی تو یک دینی بیایه که او دینم برای امی انسان ها به درد بخوره. و دین لیاقت بین المللی شدن از هر جهت داشته باشه که دار اسلام این کار اسلام میتوانه. تجربه هم کرد دیگه، در افریقا، در اروپا، در آسیا تجربه هم شد. حال زمامداره بعد جهان نقص داشتن، فاسد بودن، او جدا به حساب زمامداره. هر بشرم اشتباه میکنه. خود قانون جامعی بود، میتوانه که امروز سکاندار بشریت شوه. کشتی بشریت در این دریای طوفانی به وده بگیره و او را به آرامی از بین طوفان ها نجات بده. این کار میتوانه. الان شاید حرفایی که میگم مسخره شوخی معلوم شوه، ایدئال باشه. چی بخوایی چی نخوایی تطبیق میشه. یک روز بشر به خودش انتخاب میکنه. مسئله زور نیه که ما بگویم زور. این بعضی ها که میگن امام زمان میای و عمر میکشه. امام زمان برای کشتن نمیای که به بشریت بکشه. یک میلیارد از این اف میلیارد یک میلیارد مسلمانه، بگویم 6 میلیارد دیگر میکشه. هیچ وقت انبیا برای این کارا نیامده. اینا را مرا خدا خلق کرده انسان ها را، کی میکوشه؟ امام میایه موانی را برطرف میکنه، مردم برای راست به قسم تربیه میکنه که اونا خودشان انتخاب میکنن. او به کشتن بشریت نمیایه، نه انبیا و اولیا قصابی میکنه. این کارا صورت نمیگیره. حقایق بهتر بیان میکنه، مشکلات حل میکنه، یک قدرت فوقلاده خدا به اون میده، بر همه بشر دین اسلام تطبیق میشه. ما هیچ وقت ادعای زور نمیکنیم. یک دفعه در یمن کمونستا میگفتن، یعنی که یمن جنوبی و شمالی بود، یمن جنوبی را کمونستا گرفته بود که الحمدلله برای اولین بار عربایی امت کردن که این ننگ از خود دور کنن، دوباره یکی شدن. کمونیست ها می گفتن که ما نمی خواهیم این قدر. برای ما مثلا 500,000 بس می کنن. دیگر در عمل می کشیم، کمونیزم باید تطبیق شد. کمونیزم تطبیق می کنیم. بگذار که از این 5 میلیون 4.5 میلیونش کشته شد. چکار میشه؟ 5 میلیون بمانه کمونیست مخلص باقی بمانه. احمقانه خودشان رفتن، خود لعنت خدا شامل علیشان شد رفتن. اسلام یرفار نمیزنه که ما چند میلیون میکوشیم، چند میلیارد میکوشیم. قرآن چی میگه؟ نگه قول رسول ما، بگو به مردم، للذین یرجون ایام الله، به اینهایی که به خدا و به قیامت امیدوارن، امیدوار رحمت خداین که بهش برو، به اینها بگو که از کفار ببخشن، خیلی سخیری بر کافران نکنن. خدا به مسلمان ها سفارش میکنه که اونا بر شما ظلم میکنه، شما اونا رو ببخشن. اینا اونا امید به خدا و به رحمت خدا ندارن،
اونا به روز قیامت و بهشت و اینا امید ندارن. امید دنیایشان هست، ببخشن اینا را، تسامح کنن با کفار. اینی نظر اسلام هست. قرآن امی را میگه. ما میگم که امام مهدی صاحب زمان میایه و همه را میکشه بشره، 1 میلیارد 2 میلیارد میکشه. اینا را انس مخلوقات خدایه، انسان نماینده خدا در روی زمینه، انسان مخلوق احسن در احسن تقویم خلق شده. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر اکثر مخلوقات رو جهان داره. اونا پشه‌ای که اونا رو بکشه ارشاد میکنه. امام مهدی موعود میای ارشاد میکنه اونا رو، خودشان انتخاب میکنه. خدا انسان به اراده خودش منده، تکوینا خودش آزاده که کفر انتخاب کنه یا ایمان. آزاده در تکوین خود. در تشریع میگه باید به این رای بروی که برای آیندت به درد میخوره. واجبه که باید از این را بروی. او را به دوزخ میرسه، خطرناکه، هلاک میشی. از این را برو که خوشبختی توی. و این احکام اسلامی امی جامعیت داره برای زندگانی دنیای ما، برای زندگانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، عسکری، برای تمام شؤونات ما به درد میخوره. این انعطاف‌پذیر قوانین اسلام با زمان و مکان، با امیدی و روز. والحمدلله رب العالمین.